خب این هم امروز سوم فروردین، صبحمون رو کنار در خزینه شروع کردیم. صبحونه امروز خب نسکافمون رو بخوریم، بچه ها هم صبحونشون رو خوردن و داریم جمع میکنیم بریم محل کمپ بعدی. از دره خزینه داریم میریم به سمت کوهسرده. بعد دیشب این ماشینا اومدن کنار ما. به این وانته که چادرشو گذاشته اونجا و اصلا هیچ محدودیتی نداره واقعا. بچه همه جوره حال کن، حتی آره. باشن یه وانت بکنه از کمبر داشته باشید که آره. سطح صاف درست کرده، زیرش گرمانن و خوابیده. خیلی هم جالب، کولاشون هم گذاشته بودن جلو. خب بریم ببینیم چی میشه. اونم ماشین دوستامونن که دیروز تو راه براشون بوق زدیم، دیشب اومدن یه سر پیشم و نتونستم بیام. آره این مسیر اینجا رو یه ذره جلوترش یه ذره خراب میشه دیگه، نیومدن بالا. بعد تنگه رو بچینیم هم بریم اونجا وایسیم، اونجا هستن، از اونجا هم دره رو یه نگاه بکنیم. بینم ویوی این سمت دره خزینه، اونجا هم که ما بودیم اینجا بود. به سمت کوهسرده و یکی از تفریحات آقایون تو این سفر برای اینکه حوصله‌شون موقع رانندگی سر نره این بود که با بیسیم دائما با هم صحبت می‌کردن و شوخی می‌کردن. امروز هوا کمی ابری و خیلی خنک بود و این ماشینی هم که می‌بینین ماشین دوستمون هست که سفرهای قبلی هم همراهمون بود، هایلوکسی هست که خودش اتاق تراک کمپر براش ساخته. کنار جاده اکثرا چادرهای عشایر رو میدیدیم و اجناسی مثل عسل و گوشت برای خرید داشتن. جاده ای که به مسیر کوهسرده میخورد بسیار زیبا بود و بارون هم شروع به باریدن کرد که تنگه‌ای که ما میخواستیم بریم پیاده روی های زیادی داشت و از مسیر رودخونه و آب رد میشد و از اونجایی که امروز هوا بارونی و سرد بود تصمیم گرفتیم که کوهسرده رو نریم و برنامه رو کمی تغییر بدیم. دیگه من نمیتونم برم اول. اینجا اومدیم نهار خوردیم. یکی موندن بهشون گره بدیم که بیان. خب باشه تو سر یال وایسا دیگه بیا به چه را بیفتن بیان و دیگه را بیاد ما دست راست بیشیم حالا تو بیسیمت خوب باز برد میده. بعد از خوردن نهار را افتادیم به سمت سد دز و چالکندی بریم که ببینیم اگر بشه اونجا امشب کمپ کنیم و در مسیر بافت کوها بسیار مخملی و جالب بود که کمی اینجا وایسادیم عکس بگیریم تا دوستامون هم که جا مونده بودن به همون ملحق شن. بچه ها 5 دقیقه اینجا پیاده میشین، حالا دوستای دیگه عکسی میگیریم بعد ادامه مسیر رو.
و پاژان هم یکی از دوستان قدیمیمون بودن که امروز به ما ملحق شدن. بافت سنگ های این منطقه خیلی جالب بود و همونطور که میبینین سبزه ها تا حدودی سبز شده بودن به خاطر بارندگی های اخیر و این کوها واقعا مثل مخمل میموندن. بریم با هم تیکه های از این جاده رو ببینیم. و در مسیر ما از استان لرستان خارج شدیم و وارد استان خوزستان شدیم که به سمت سد دز بریم و محلی رو برای کمپ امشبمون پیدا کنیم. یکی از مشکلاتی که ما برای مسیریابی داشتیم نبود اینترنت توی جاده ها بود که مجبور بودیم تو مکان هایی که اینترنت پیدا می کردیم بیستیم و مسیریابی کنیم. لیست موتور سواری مردم ایستادن تماشا. و این پیست موتور سواری در مسیر سد دز بود. اون بر پیست موتورشون بود، یه ذره جلوتر پیست ماشین سواریشونه. بچه اینجا جاده توره ها، دریفت های پژو 405 دریفت با موتور بینزه دانشجوی رو ببینم و زنده با تده میستسه چقدر تمیزه. جام چون منطقه آزاده اکثرا ماشین های موستانگ و اینا دارن با پلاک اروند میگن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما چه خبر؟ نه دیروز آفتایی بود اینجا فقط یه ریزه بود. الان خواستیم بریم چالکندی بیم ترافیک برگشتیم. آره شما در خزینه رفتیم پارسال مخمالکو رو چیم؟ آره الان چم در خزینه بود؟ شما کجایی؟ حاج حسن حلیس بابا عبادان و حاج حسن و سوس به تهران؟ آنه با جلو بین عبادان و بین فوار خلوت تهران؟ آنه با جلو بین عبادان و بین عبدی برو اون وسط یه مهی درست کن با روغن سوزیات. خب اما از شلوغی های سد دز و چالکندی اومدیم بیرون چون که انقدر شلوغ بود که صف طولانی برای ورودی سد دز داشت که تصمیم گرفتیم اگر برنامه‌مون اجازه داد و تونستیم دوباره برگردیم و چالکندی و سد دز رو ببینیم. و برنامه ما اینطور شد که تصمیم گرفتیم بریم به سمت جاده شهیون و شب رو یک جایی برای کمپ پیدا کنیم که صبح زود بریم به سمت کولخرسون که تنگه‌ای هست که رودخونه ازش رد میشه و پیاده روی داره. البته پیاده روی ما بستگی به آب و هوا هم داره که اگر مثل امروز
سرد و ابری باشه ممکنه نشه پیاده رفت. و از اونجایی که تعداد دوستای ما و ماشینا زیاد شدن، ما تصمیم گرفتیم بچه‌ها رو جایی امن که مزاحمت برای رفت آمد ماشینا ایجاد نکنه نگهشون داریم و این جاده خاکی رو بریم بالا که اگر سطحی صاف برای محل کمپ همه ماشینا بود، به بقیه دوستامون هم با بیسیم اطلاع بدیم که بیان بالا و محل کمپ امشبمون بشه. همونطور هم که میبینین اکثر کنار جاده ها ما میتونستیم چادرهای عشایر رو ببینیم. چه قشنگه. وای چقدر قشنگه. و در نقطه یال این کوهی که مسیر خاکی داشت و بالا رفتیم به این منظره زیبا رسیدیم و به دوستامون اطلاع دادیم که همه بیان بالا. و این هم ون غزال دو تا از دوستامون که هم دیروز دیدیمشون، هم امروز هم کنار دره خزینه دیدیم و الان هم اتفاقی دوباره تو همین مسیر همدیگر رو دیدیم. کمی اومدن پیش ما و رفتن ادامه مسیرشون رو برن. حمید هم دنبال پیدا کردن جای صافی بود که ماشین رو بذاره و صندلی‌ها رو براه کنیم. البته قبل از براه کردن صندلی‌ها دلمون نیومد این گروه رو از دست بدیم. به خاطر همین پیاده رفتیم تا به این دره رسیدیم که رودخونه دز بود و ادامه مسیر کولخرسون می شد. و اون هم ماشینا بچه هایی که وایستادن، ما این راه و پیاده اومدیم تا اینجا تا این طبیعت رو ببینیم. و با این غروب رنگی و نارنجی روز چهارم سفر ما که به سرعت برق و باد گذشت رو داشتیم به پایان می رسوندیم و شب هم با دوستانمون کمی دور آتیش نشستیم و زود خوابیدیم که خودمون آماده کنیم برای پیاده روی فردا.